من دکتر مرتضی عبدوس هستم، پزشک عمومی. حدود 30 ساله که در این بیمارستان دارم خدمت میکنم، از حدود سال 1371 اینجا تا الان، و در شغلای مختلف بودم. اولی که اومدم در قسمت اورژانس کار کردم، تو بخش اورژانس بودم حدود 20 سال تمام تو اورژانس کار کردم. دیگه از سال 90 اومدم به سمت کار اجرایی که در حال حاضر مشاور درمان بیمارستان بهارالرؤوس. تقریبا در اسفند 98 ما مواجه شدیم با بیمارانی که خیلی شبیه به آنفولانزا بودن. جالب بود که علائم بالینی بیمار توی اون پیک اول یا شروع بیماری خیلی شبیه به آنفولانزا بود، که حتی خیلی از پزشکان اشتباه میکردن که فکر میکردن این آنفولانزا است، که نبود. و حالا میدونید که حتی بیمارستان با یه شهید داشتیم، یه پزشکی داشتیم که البته قسمت آنژیوگرافی کار میکرد، متخصص قلب بود، اون هم فوت کرد. و یکی از پرستارامون، همه تصورات این بود که این از بین میره و این یه چیز عادیه، میتونه خیلی راحت از بین بره، ولی متاسفانه نشد. مردم تصورشون همون یه بیماری معمولی ویروسی بود که گفتیم خب تموم میشه. حتی میگفتم پرسنل هم همین فکر رو میکردن، پزشکا، ولی همه چیز برعکس در اومد. یکی از شهیدامون پرستار اورژانس بود، حالا متاسفانه اسمش یادم نیست، اون هم بیمار شد. اول فکر کردن آنفولانزا است، بعد رفت استراحت کرد، دید بدتر میشه، خوب نشد. هفته بعد مراجعه کرد که متاسفانه دیگه درگیری ریش خیلی زیاد بود. خیلی تلاش کردن برای این بچه که این پرستار بتونه زنده بمونه. حتی چندین نوع روش درمانی، البته درمان که نبود، درمان حمایتی بگیم براش، از حتی از بیمارستان مرکز قلب و اینا اومدن که کمکش بکنن این شهید ما زنده بمونه، متاسفانه نشد. یکی از همکارای دیگه‌مون، شاید بگم اینجا تو قسمت آنژیوگرافیشون کم کارشون، جراح قلب و عروق بود، وابسته به بیمارستان نبود، ولی اون هم به تصور اینکه آنفولانزا بوده قبل از اینکه اصلا شناخته بشه فوت کرد. متاسفانه اون هم به احتمال خیلی زیاد کرونا بود، که همه فکر کردن آنفولانزا، و در اثر آنفولانزا شدید فوت کرد. متاسفانه مرگ و میر مردم برای من خیلی حساس و خیلی ناراحت می‌شدم، چون محلی هم که کار می‌کنم در حال حاضر مشرف حیات بیمارستانه، همیشه آزرده خاطرم می‌کرد. خب مرگ چیز خوبی نیست، و خب شاید توی موج‌های اول و دوم و سوم یا حتی چهارم اونقدر نداشتیم که بخور خیلی اذیت بکنه. خوشحال بودم همیشه، میگفتم خب حالا موج دوم سوم، میگفتم اومد دیگه تموم میشه، ولی این ناراحت هم میکنه. و خاطره بعدی که دارم که مادر خود من متاسفانه حدود 3 هفته پیش به خاطر همین مسئله، با توجه به اینکه واکسن هم زده بود، اینکه من خیلی مواظب بودم تو این یک سال نمیگذاشت که اتفاقی براش نیفته، ولی در عرض 4 روز فقط مادرم از دست داد. الان دیگه به جایی رسیدیم که به حالا به تمام اونهایی رو که میشناسیم یا هر که به ما مراجعه میکنن تاکید میکنیم حتما اون مسائل بهداشتی، زدن ماسک و حالا به خصوص مثلا تو افراد مسن که هستن 2 ماسک بزنن، که حالا اینم اعلام شده حتی از طرف وزارت بهداشت، اینها بازم تاکید میکنیم ازشون. که موارد دیگه هم داشتیم که بچه‌هایی که واکسن زدن، دوز دومیشون هم زدن و درگیر شدن. حالا یه مثال از همکارای خودمون، الان شاید دومی و سومین بار بعد از واکسن دیدیم بعضیاشون، آره دومین بار حتی درگیر شدن، حتی پرستارامون، ولی خب خوشبختانه مرگ و میر توشون نبوده که بگیم. بله، یک بار یا 2 بار بودن که از این که 2 بار هم حتی درگیر شده بودن. یک بار که زیاد داشتیم، خیلی سخت بود، چون واقعا اونجا برای من همیشه هم ناراحتم. مردم، صدای گریه هاشون، از دست دادن عزیزانشون، یعنی این واقعا برای من همیشه برای خود من یه ایجاد نگرانی میکنه، انقدر ناراحت میشم. چاره‌ای ندارم، بعضی وقتا یه روز در هفته نمیام، واقعیتش اصلا نمیتونم طاقت بیارم، خسته میشم، یعنی شاید بگم اصلا مغزم کار نمیکنه دیگه. برای من خیلی سخته از دست دادن مردم. شاید باور نکنید، من زمانی که اورژانس کار میکردم، اون موقع پزشکان عمومی اورژانس رو میچرخوندم، همیشه میگفتم اگه 1 نفر میمیره واقعا من خیلی از تعداد موهای سرم سفید میشه به خاطر اینکه اون شخص بمیره. مرگ برای من خیلی 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 ناراحت کننده است.
فرق نمیکنه هر کی میخواد عزیز من باشه یا مردم باشه، همیشه ناراحت میکنه و اون محیط همیشه ناراحت میکنه. ولی چاره ای نداریم، باید به هر حال وایسیم کار کنیم. این بیماران احتیاج دارن، روحی احتیاج دارن بهشون برسیم. خیلی توی پیک های گذشته بچه های جهادگرا بودن، خب کمکی بود، کمک میکردن. این دفعه یه ذره کمتر شدن، ندیدمشون زیاد که برن. این کمک شایان خیلی به مردم، به مریض کمک میکنه، تغذیهشون، اینی که روح و روانشون رو بهشون کمک بکنیم، باشون صحبت بکنیم، حرف بزنیم. اما اصلا کسی که محسن اصلا از جاش نمیتونه تکون بخوره، این بیماری اینطوریه دیگه، آدمو کاملا بی‌حال و ضعیف میکنه. ما احتیاج داریم به اینجور نیروها. الان بازم تاکید میکنم که هر چقدر اگه بتونیم کسانی چه داوطلب چه غیر داوطلب بیان و کمک بکنن، تغذیه اینجور بیماران توی بخش ها، حالا چه بخش های حالا ویژه یا غیر ویژه، و دادن روحیه و انگیزه خیلی کمک میکنه. میدونید که این حالا اون چیزی که به نام کارانه بهش اسم میذارن همش برمیگرده به درآمد بیمارستان. هر چقدر درآمد بیمارستان باشه، هر چقدر اون پزشک کار بکنه به نسبتی که حالا دانشگاه براش تعیین کرده، حالا قبلا یه پلکان نبود، این دفعه پلکان هم براش گذاشتن، خلاصه مجبور شده که یه ذره کمترش بکنه، این هم برمیگرده به اونجا. حالا اگه جراح من اینجا اصلا کار جراحی نمیتونه بکنه، هیچ کار جراحی نداره، کارونش چی میشه؟ هیچ، به شدت میاد پایین. خب چه کار میخواد بکنه؟ مثلا اونهایی که قراردادی هستن یک ساله به نام قرارداد ماده 88، همه ترک میکنن میرن، تو میرن، هیچ آیدی نداره براشون که بخواد اینجا بمونن. اگر فقط سیستم کارانه باشه، حالا ولی یه سری پزشکا هستن که حقوق بگیرن، به قول خودمون یه چیزی میگیرن از ماهیانه حقوقشو دارن، به اضافه اینکه حالا بر حسب اون کاری که میکنن کارانه هم تعیین میکنن. ولی همه اینطور نیستن. یه فکری باید به حال این قشرم بکنیم که الان جراح کار جراحی نداره انجام بده. چرا؟ برای اینکه همه بیمارستان تقریبا کوویده و دستور وزارتخانه است که حالا شما هیچ جراحی انتخابی یا الکتیو انجام ندید مگر اینکه اورژانس باشد. الان ما 138 تومن فکر میکنم بله الان پزشک داریم تو این بیمارستان، و به نظر من با توجه به این بیمارستان با 330 تخت تعداد پزشکمون خیلی خوب. حالا 330 تخت چقدرش کرونایی؟ الان فکر میکنم 220 تا، فکر میکنم دقیقاً 220 تاش فکر میکنم بسته. یعنی تا اورژانس میپذیریم. ما زنان زایمان فعلا اینطوری داریم و این آی سی نوزادان، اینا ها تختایی هستند که اینا کووید نیست، و یه بخش مسمومین هم داریم که مربوط به گروه آموزشی پزشکی قانونی است. اونها هم اونجا هم کووید نداریم. بخش مسمومین و آی سی مسمومین که بیماری کووید نمیخواد اونجا. حالا مثلا تو همون بخش مسمومین ما الان داریم بیمار جنرال میخوابونیم دیگه، کمکی بشه به اونهایی که بیمارانی که غیر کوویدن، اونها هم بتونن از به هر حال استفاده کنن. البته بیشتر موارد اورژانس دیگه، بیمارانی که میان غیر کوویدن اورژانس هم مجبوریم توی مثلا تو بخش مسمومیت اونها رو بستری کنیم و خدمت بشه. پروتکل بهداشتی توی مملکت ما به شدت ضعیفه. نمیدونم نمیشه از اهرم فشار استفاده کرد؟ یه جوری مجبور کنیم مردم رو، وگرنه جوان همون میمیرن، مردم میمیرن. کمک شده، مثلا تعطیلات یه ذره کمک میکنه، ولی واقعیتش اینه که اونی که میخواد بیرون کار کنه مجبوره که بره انکام زندگیشو در بیاره، اون مجبوره بره کار کنه. ولی این دفعه خیلی ساده گرفتن، یعنی اصلا حالا ما میگیم ماسک، اونو ماسک هم نمیزنه. تعطیلی های 5 روز 6 روز یک هفته دو هفته هستم، ما مثلا موثر میدونیم. الان ما از امروز تعطیلات شروع شده اسمن تا شنبه. چقدر میخواد کمک بکنه به کنترل بیماری؟ مسکن کلی کوتاهیه، دوباره برمیگرده به همین حالت. چون دیگه خودتون میبینید جاده شمال چی شده. به محض که اینطوری میشه اون شلوغی هست، یه جایی میرن شلوغ میشه دیگه، میرن چند تا خانواده با هم میرن مثلا استراحت کنن، چند درصد هم اونجا میگیرن دیگه. دو هفته دیگه برمیگردن تهران، علامتاشون شروع میشه. بستن، تعطیل کردن به اضافه مشارکت مردمی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اگر این ستا با هم باشه کمک میکنه. تجربه قبلی نشون داده هر دفعه تعطیل کردیم انقدری شاید کمکی نکرده. من نظر شخصی منه، تعطیلی به تنهایی کمک نمیکنه.
مردم باید چی کار کنن؟ همش بگم مردم نه. باید کمک میکردن بهشون. هیچکی کمکشون نکرد. اگر ووهان با 13 میلیون نفر جمعیت همه اونجا رو کل شهرش رو تعطیل کرد، بعد به همشون آورد، هم حقوقشون رو داد، هم بهشون مواد غذایی رسوند، اونطوری تونست کنترل بکنه. مدیریت کرونا رو توی کشور مناسب می‌بینی؟ نه. راه حل چی میتونه باشه برای اینکه ما این شرایط خارج بشیم؟ چون دستی که از بیرون کمک ما نمیکنه، ما منتظر معجزه نمیتونیم باشیم. باید چی کار کنیم؟ نمیدونم. دولت درآمد داره؟ اگه دولت درآمد نداره دیگه کار نمیتونه. درآمد رو بذاریم در اختیار مردم که نیان بیرون. خیلی کشور این کارو کرده. پس درآمد نداره. شما مجبوری بری سر کار. به محض اینکه یه ذره پیک میخوابه فقط همین بازار و گلوبندک رو نمیدونم اینجا برمید چه خبره. جایی که مرکز خرید اصلی که شهر تهرانه. یا مثل اینجا. کافیه که یه چیزی مثل دلتا هم وارد بشه.